با درود به شما عزیزان، شهر در جنب و جوش سال نو مسیحی است. در گوش و کنار آن دکه های واین‌آختن با چراغ های رنگارنگ خودنمایی می کند و مردم رو به سوی خود دعوت می نماید. امیدوارم که شما هم در این شادی ها شرکت کنید. و اما برنامه امشب ما ابتدا پاره ای از سخنرانی خانم ژاله وفا که در نشست جمهوری خواهان دموکرات و لایک در کارگاه ایراد کرده برای شما پخش میکنیم. سپس با هم موزیک ویدیویی را خواهیم دید و پایان بخش برنامه ها گزیده هایی از رویدادهای سیاسی ایران خواهد بود. با امید دیدار تا برنامه دیگر. با سلام به عزیزان حاضر در سالن و شرکت کنندگان در میزگرد، خانم ژاله وفا، آقایان محمود راسخ، کاظم کردوانی و مهداد درویش‌پور. امشب ما با همکارم آقای پیمان جواهر حقیقی با هم دیگه جلسه امشب را اداره می‌کنیم و صحبت رو میرم به دست آقای. خب من هم به نوبه خودم به همه شما سلام میگم و خیلی مقدم میگم، به خصوص به مهمانان گرامیمون که دعوت ما رو پذیرفتن. خیلی متشکر از همه شما دوستان. روال بحث رو خدمتتون عرض میکنم. این بحث در واقع این گفتگو آمیزه گرد هر چیز رو که اسمش رو بذاری در سه دور انجام میشه. دور اول هر کدوم از سخنرانان که همه معرف حضورتون هستند از صاحب نظران مسائل سیاسی اجتماعی ایران هستند، احتیاج به معرفی ما ندارند. هر کدوم از اونها وقت دارند که به شکل عمومی در مورد موضوع بیلان یک ساله دولت روحانی نظراتشون رو بگن. بعد فرصتی هست که سوالاتمون رو ما مطرح بکنیم، سوالات مفهومی رو در واقع در بحث. بعد در دور دوم بحث سخنرانان پاسخ میدن به سوالا و برخورد میکنن با نظرات یکدیگر و بعدش یک فرصتی هست برای بحث عمومی که تمام ما و همینطور عزیزانی که در کالتا که حضور دارن بخششون فرصت دارن که صحبت بکنن، سوالاتشون رو مطرح کنن، بحث بکنن. بعد از اون استراحت و شام هست و دور سوم بحث در مورد موضوع چشم‌انداز همکاری گروه‌های اپوزیسیون در خارج از کشور هست که بعد از شام در مورد بعد از استراحت در این مورد صحبت می‌کنم. حالا هر کدوم از سخنرانان 15 دقیقه فرصت دارن در دور اول. حالا از خانم ژاله وفا خواهش می‌کنیم که رشته سخن رو به دست بگیرن. حضور محترم، خانم‌ها، آقایان گرامی، با عرض سلام خدمت یکایک شما و همچنین سپاس از جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لایک که از من دعوت کردن در جمع شما حضور به هم رسانم. موضوع صحبت همگی ما امروز بررسی کارنامه یک ساله کابینه آقای روحانی است. کابینه یک دو به اصطلاح عمل کرد یک دولت رو میشه از دو دید، یعنی با دو ابزار بررسیش کرد. یکی جایگاه اون دولت، نقشی که در نظام بازی میکنه یا میشه گفت مأموریت داره نقشی رو بازی کنه، شناسایی این جایگاه. یکی خود عمل کرد، حالا وعده هایی رو میده با نگاه کرد که بر اساس عملش به اون وعده ها میرسه یا اینکه در باغ سبز نشون میده. برسن خاطر همگی هست که در زمانی که کابینه آقای احمدی نژاد دورانش به پایان رسید و با خسارات عظیم خصوصا اقتصادی، حالا سیاسی فرهنگی به جای خودش، اقتصادی که مردم رو دچار یک استیصال بسیار دهشتناکی کرد، آقای روحانی آمدن به این عنوان که من کابینه امید و تدبیر رو میخوام به راه بیندازم و کلیددار هستم، کلید به اصطلاح قفل تمام معضلات خصوصا اقتصادی و سیاسی رو و بحران اتمی رو به دست دارم و میخوام باز کنم و مردم رو از این تنگنا به در بیارم، آغاز به کار کرد. وعده و وعیدهای بسیار دادن در
عموماً در دو زمینه، یکی در مسئله حل بحران اتمی که منجر میشه به رفع تحریم های اقتصادی، و مسئله بعدی در زمینه مبارزه با فساد و همچنین تورم. این دو تا عمده وعده هاش میده. حالا وعده هایی در زمینه احقاق حقوق مردم و نمیدونم منشور حقوق شهروندان رو نوشتن اینا بوده، فکر نکنم در روح ساعت فرصت بشه یکایکی رو گفت، ولی امیدوارم در موقع بسیار اگر سوالی باشه به اون زمینه ها میپردازم. خب اون جایگاه الان ما بعد از تجربه هستیم. تجربه درسی بزرگیست در زندگی و همچنین گذر زمان بسیاری از توهمات و خیالهایی رو که برخی گمان میکنن حالا امیدوارن به اصطلاح معجزه ای از این امامزاده بیرون بیاد، تجربه نشون میده که این باید واقعیت رو اونجور که هست بهش توجه کرد. الان بعد از تجربه هستیم، یعنی که همین چند روز پیش آقای جعفری که فرمانده سپاه پاسدارانه به بسیار صریح اقرار کرد که هم در به اصطلاح انتصابات سال 88 اون انتصابات مهندسی شده بوده و ترس‌های نظام برای اینکه شاید دگرگونی اتفاق بیفته سخن به میان آورد، و این خود معلوم میکنه که در واقع سخنانشون ناظر بر حال و آینده هم هست. یعنی هم لازم نبود که فقط آقای منیبیان هم بیاد مشخصا بگه از جناح اصولگرایان، که آقای روحانی از قبل تعیین شده بود و مهندسی شده بود انتصاباتش تا بیاد بحران اتمی رو که راه پس و پیش دیگه برای نظام باقی نگذاشته و به حساب بررسی های دقیقی که آقای ولی‌صدر کرده از نظر اقتصادی حداقل 350 میلیارد دلار ضرر به ایران زده بحران اتمی، این رو میخوایم حل کنیم. و چه کسی این رو باید حل کنه؟ احمدی نژاد نمیتونه، چون باید یک فردی بیاد که مردم گمان کنن اتفاق تازه‌ای داره میفته، فردی توانا میاد و با کلیدی که داره این مسئله رو حل میکنه. پس از قبل، حتی اگر برگردیم به سخنان آقای روحانی در اردیبهشت قبل از انتخابات، یعنی یک ماه قبل از انتخابات کابینش، میبینیم که اونجا به مثلا صریح میگه که قصدش این هست که بیاد و اون هست که این برنامه بحران اتمی رو به پیش ببره و به مذاکره‌ای که از یک سال قبل به شکل پنهان صورت گرفته بوده ایشون پایان بده و به راهی ببره که منجر بشه به رفع تحریم‌ها. خب این از جایگاهش و مأموریتی که از قبل مشخص شده بشه. از دید من نه رئیس جمهوریست و نه اینکه انتخاب منتخب مردم ایشون، با یک مأموریتی از طریق نظام و به اقرار مسئولان نظام، من از قول اونها نقل کردم، مهندسی شده. اینکه خود ما هم اینو تشخیص رو قبول دادیم امر دیگه است، ولی به اقرار خود مسئولان نظام هم این انتصابات از قبل مهندسی شده بوده و با یک مأموریت کابینه آقای روحانی تشکیل شده. حالا میایم برمیگردیم سر عمل کردش. ببینید در این دو زمینه میشه صحبت کرد، یکی سیاست خارجیش، یکی مسئله اقتصادیش. از اقتصادی شروع میکنم خدمتتون. هر دولتی ابزاری داره، یعنی نمیتونه فقط وعده و وعید بده بدون عمل. عملش چیه؟ در این دولت‌ها خصوصا بودجه و مثلا ترکیبی که اون بودجه رو میبنده یک دولتی معلوم میکنه در این یک سال آینده، یعنی سال 93 فرض کنید که آقای روحانی بودجه رو به مجلس برده، چه میخواهد از نقطه نظر اقتصادی، چه سیاست اقتصادی رو اتخاذ میکنه. به قول مولوی میگه به سر منار اشتر رود و فغان برآورد که نهان شدم من اینجا نکنیدم آشکارا. اون مناره ای رو که بالاش آقای روحانی میخواسته پنهان بشه و قول رفع تورم و حل معضلات اقتصادی ایران رو بده، معضلاتی که 30 سال متمادی است رو بر هم انباشته شده و خیال کردم با کلید رفع تحریم میشه حلش کرد، بودجه ایشونه. این بودجه 1800 هزار میلیارد تومان، یک بودجه است بسیار انقباضی، بودجه است تورمزا، بودجه است که درآمدهاش به هیچ وجه قابل تحقق نیست.
وعده رفع تحریم ها امری است طولانی است که شاید به عمر یک ساله آقای روحانی هم به این کابینه که الان ما می‌خوایم بسنجیم نرسه. بر فرض که تمامی تحریم ها بدون چونه چرا، حتی بدون ضررهایی که بر بخش سیاسیش می‌رسیم به ایران از طرف دولت آمریکا و 5+1 بخواد اعمال بشه، این دولت چه تمام تحریم رو هم برداشت بشه چی میشه؟ برمیگرده به دوره آقای احمدی نژاد، یعنی پول زیاد 700 میلیارد آقای احمدی نژاد درآمد نفتی داشته در دورانی که بر سر قدرت بوده، اقتصاد ایران روز به روز بدتر شده، از تولید محور به مصرف محور بودن کشیده شده، مردم فاصله بین درآمد و هزینه هاشون بسیار زیاد شده، روز به روز به سوی خط فقر سوق پیدا کردن و بودجه های به اصطلاح حجم بودجه ها مرتب بیشتر شده و بالاترینش هم حجم بودجه 93 دولت آقای روحانی. حالا اگر اون درآمدی که بر فرض رفع تحریم از فروش نفت بخواد دولت آقای روحانی کسب بکنه و به دست بیاره همه رو برگردونه، حتی بیشتر از میزان استخراج نفتی که در دوره آقای احمدی نژاد انجام میشه استخراج بکنه و بفروشه، اگر سیاستی مبتنی بر مبارزه با راندخاری، یعنی سهم مافیا رو دادن رو ایشون اتخاذ نکنه، سیستم به اصطلاح اعتباراتش رو، سیاست بازرگانیش رو، سیستم اعتبارات بانکی رو تغییر نده، خود چگونگی بودجه رو، یعنی هزینه های بودجه رو کم نکنه که به اصطلاح در واقع سهم بزرگ مافیاست از این بودجه تامین میشه و سرمایه گذاری نشه، اون درآمدها روز همون رو به اصطلاح در همون پاشته خواهد گذشت که در دولت آقای احمدی نژاد شاهدش بودیم. این بودجه همین رو میگه در واقع، یعنی در بودجه سال 93 شما میبینید عملکرد آقای روحانی چی بوده؟ توی این مدت زمانی که به اصطلاح یارانه ها رو پرداخته چه کرده؟ خبرش در میاد، رفته ما همیشه گفتیم تو مقالات هم نوشتیم که استقراض از بانک مرکزی میکنیم، حالا اقرار میکنم که بعد از بانک مرکزی بسیار استقراض کردیم، این منجر به چی میشه؟ منجر به تورم میشه که چند ماه بعد خودش رو بروز میده، کاری که آقای احمدی نژاد هم میکرد و مردم تذکر میدادن، کارشناسان اقتصادی تذکر میدادن که این استقراض ها منجر به بالا رفتن تورم میشه، کسی گوش نمیداد. حالا آقای روحانی هم همون سیاست رو اتخاذ کرد، فروش دارایی های ملی به مقدار 23,000 میلیارد تومان انجام داده، در به علت اینکه کسری بودجه داره و استقراض به اصطلاح داخلی کرده و قطره ای هم فعلا درآمدهای قبلی به اصطلاح نفتی رو هم بهش میرسه از طریق مذاکراتی که گلوی ایران رو گرفتن، یعنی آمریکا و 5+1 و قطره ای تازه خود درآمدهای بلوکه شده رو به ایران میدن، این برای که این کسری رو پر بکنه مجبور چه بکنه؟ همون استقراض، راه دیگری هم نداره در واقع، همون استقراض داخلی، فروش منابع ملی، بالا بردن قیمت‌های حامل‌های انرژی، همه اینها اموری است تورم‌زا. یعنی اون وعده‌ای رو که آقای روحانی می‌دادن که من تورم رو پایین میارم، اسمن میگن، شما با زندگی مردم که برخورد، حتی با آمار بانک مرکزی می‌بینید که قیمت اجناس عمومی که مردم به اصطلاح روزمره یه زندگیشون با اونها تامین میشه روز به روز بالا میره. جدای از اون، این بودجه نشانگر این امره که این کسری هایی که به اصطلاح داره، چون با به اصطلاح اقتصاد ایران هم با رکود تورمی مواجه، یعنی تولید ایران ضربه شدید خورده، بنابراین دولت بیا سیاست دروازه های باز به روی واردات رو انجام داده. دولت آقای روحانی از 10 جنسی که وارد میکنه، جنس اساسیش 7 مواد غذایی استراتژیکه که اصلا ایران قابلیت تأمینش رو نداره، برخیش مثل برنج حتی 4 مقدار نیاز مردم ایران وارد میشه. چرا؟ برای که اون 3 قسمتش سهم مافیای به اصطلاح برنجی که آقای روحانی نمیتونه با در مقابلش مقاومت کنه. حتی میخوام این رو بگم که کالاهای لوکسی که در دوره احمدی نژاد سال 91 بخشنامه صادر کرد که اینها رو حذف کنید، در دولت
آقای روحانی اون بخشنامه رو حذف کردن و ماشین های پرشه وارد میشه، چون مافیایی که اون درصد بسیار کوچکی که بالاترین مقدار درآمدها رو داره نیاز به ورود این نوع کالاهای لوکس داره و فشار میاره به دولت روحانی. پس بنابراین این حجم نقدینگی که بر اثر استقراض داخلی و خارجی ایجاد میشه، چون تولید ایران وجود نداره که این رو جذب بکنه، بنابراین مجبور این دولت که دست بیاره به رو بیاره به سیاست دروازه های باز برای واردات. 51 میلیارد واردات کرده، 30 میلیارد هم 25 تا 30 میلیارد هم قاچاق کالا انجام شده. پس بنابراین این قدرت عظیم خرید باعث میشه که در ایران قابل جذب نباشه و سعی کنه از بیرون این رو از طریق واردات به اصطلاح این نقدینگی روز به روز افزایش رو جذب کنه. پس هیچ تفاوتی که با دوره آقای احمدی نژاد نمی‌کنه، هیچ، چه بسا بسیار بدتر هم میشه، چون با توجه به حجم عظیم بودجه سال 93 و همون اتخاذ اون سیاست‌هایی که خدمتون عرض کردم، این میزان تورم و ورشکستگی تولید به خصوص، چون به اصطلاح کارهای عمرانی هم انجام نمیشه، پروژه‌های عمرانی هم به حد اقل انجام میشه، این و این چشمانداز منه برای پایان دوره آقای روحانی. اما در کارهای بسیار مهمی که در دوره آقای روحانی انجام شده سیاست نفتیشه. سیاست نفتی به این علت که ببینید هر مقدار نفتی که از چاهای ایران بیرون داده میشه، جذب دو تا عمل کرده، جذب به اصطلاح اقتصاد مسلط کشورهای صنعتی میشه، در درون ایران یک درآمدی ایجاد میکنه که خدمتتون عرض کردم اون درآمد ایجاد نقدینگی است که تولید ایران جون وجود نداره جذب نمیشه، پس بنابراین نیاز پیدا میکنن که از همون کشورهای مسلط واردات انجام بدن. پس یه دینامیک تخریب ایجاد میکنه در اقتصادهای مسلط، ایجاد پویایی و رشد و اشتغال میکنه، نفت ما به شکل خام به اونها فروش میره و واردات هم از کالاهای اونا میکنه. این سیاست نفتی بوده که تقریبا در تمامی دولت‌های این نظام فقی اجرا شده. حالا آقای روحانی اومده چه تغییری داده؟ چون نیازش الان بیشتر با کسری بزرگ بودجه مواجه هست، میگه که ما قراردادها رو شیرین میکنیم. قراردادهای آی‌پی‌سی که الان انجام دادن با ویلاس واقعا اون قراردادهای به این متقابله که از دوره آقای زنگنه که وزیر نفت دولت آقای خاتمی بود فاجعه های بسیار به وجود آورد، تولید نفت ایران رو به اصطلاح پایین آورد، بله، باعث افت به اصطلاح چاهای نفتی شد به علت رفتارهای غیر سیاستی. الان فی میخوان بدن به شرکت های کارتل های نفتی، درآمد به اصطلاح سود بیشتر میخوان بدن، 25 سال خوشنشینیشون میخوان بکنن بر سر چاهای ایران و همچنین حتی اختیار خرید فروش نفت ایران رو هم و بازاریابی نفت رو طبق قراردادهای جدید که درش بازنگری شده به عهده کارتل های نفتی گذاشته، یعنی یک ضربه عظیمی برای 25 سال حداقل 25 سال آینده ایران با سیاست نفتی که اتخاذ کرده آقای روحانی انجام میده. امیدوارم فرصتی باشه که بخش سیاست خارجیش رو بعد در خدمتتون عرض کنم. بسیار متشکرم. در رویا جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آهوش مهیا شو، جادو کن و پیدا شو تا شب منو نشناسه، این از تو شکستن نیست این اوج احساسه، همه چی اینجا بیرنگ و غم انگیزه، دنیای من بی تو تکرار یه پاییزه، از شوق تو سرشارم با یاد تو آوازم، پیدا شو که دنیامو با دست تو میسازم، شده در رویا
جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آغوش مهیا شو، ای گم شده در رویا جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آغوش مهیا شو. تنها دل یک عاشق حال منو میفهمه، تردید نکن از عشق، تردید نکن از ما، جادو کن و پیدا شو، ای گم شده در رویا، ای گم شده در رویا جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آغوش مهیا شو، ای گم شده در رویا جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آغوش مهیا شو. با درود، به مناسبت 16 سالیاد قتل‌های زنجیره‌ای گزارش کوتاهی از برگزاری این مراسم که در امامزاده طاهر کرج برگزار شده بود را به اطلاعتان می‌رسانیم. ابتدا گزارش را با شعری از سیما صاحبی، همسر محمد جعفر پوینده، آغاز می‌کنم. این شعر در این مراسم خوانده شده است. می‌آید سوز سرد انجماد در آستانه هر آذرماه، می پیچد سوز مرگ در برگ برگ تاریخ، می نشیند سکوتی مخوف بر دیوارهای سرزمین من. می آید سوز سرد انجماد در آستانه هر آذرماه، آنجا که پیکرهایتان خفتند و جارزنان مرگ پای کوبی می کنند بر سر شکاری دیگر. می آید سوز سرد انجماد در آستانه هر آذرماه، ولی میان ما گرم است. آنجا که من و تو و ما قلمهایتان را در دفتری از تاریخ افراشته نگاه داشته ایم. 16 سالیاد جانباختگان راه آزادی اندیشه و بیان برگزار شد. مراسم یادبود جانباختگان راه آزادی اندیشه و بیان محمد مختاری و محمد جعفر پوینده مطابق برنامه اعلام شده از سوی کانون نویسندگان ایران روز جمعه 14 آذر ماه 1393 ساعت 3 بعد از ظهر بر مزار آنان در امامزاده طاهر کرج برگزار شد. در این مراسم جمع زیادی از مردم و اعضای کانون نویسندگان ایران شرکت کرده بودند. امسال نیز چون گذشته ماموران انتظامی و امنیتی پیش از گرد آمدن جمعیت پنهان و آشکار در محل مستقر شده بودند. چند دقیقه از ساعت 3 گذشته بود که مجری برنامه حافظ موسوی، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، مراسم را با اعلام 1 دقیقه سکوت به یاد جعفر پوینده و محمد مختاری، دو عضو جانباخته کانون، آغاز کرد و سپس از رضا خندان مهابادی، دیگر عضو هیئت دبیران، دعوت کرد تا بیانیه کانون که به مناسبت این روز نوشته و منتشر شده بود را برای حاضرین بخواند. پس از آن محسن حکیمی در مورد مختاری و پوینده سخنرانی کرد. برنامه بعد خواندن شعری بود از سیما صاحبی، همسر زنده یاد محمد جعفر پوینده. او به مناسبت این روز شعری سروده و ارسال کرده بود که توسط فرخنده حاجی‌زاده خوانده شد.
همچنین صفا پوینده، خواهر جعفر پوینده، قطع شعری قرائت کرد. در ادامه بیانیه کانون در گرامی داشت 13 آذر، روز مبارزه با سانسور، توسط فانوس بهادروند، عضو هیئت دبیران خوانده شد. سپس جلسه با شعرخوانی فریبرز رئیس‌دانا، مریم حسین‌زاده، همسر زنده‌یاد محمد مختاری، مهآه محقق و سعدی گلبیانی ادامه یافت. ماموران امنیتی و لباس شخصی که به وفور در اطراف و میان جمعیت حضور داشتند، در طول برگزاری مراسم به گرفتن عکس و فیلم از جمعیت و اجرا کنندگان برنامه مشغول بودند و همچنین مجری و برخی از اعضای کانون را زیر فشار گذاشته بودند که مراسم را متوقف کنند. با وجود این، بیشتر بخش‌های مراسم برگزار شد. پوسترهایی که کانون برای این مراسم فراهم آورده بود بر دست حاضران بالا رفته و یادآور تعهد به اهداف جانباختگان کانون بود و از تشنج خونت آوایی برخاست. همانطور که در قبل اشاره کردیم، عکس‌های مراسم از سوی ماموران امنیتی توقیف شد. تصاویری که اینجا مشاهده می‌کنید توسط دوستداران به صفحه فیسبوک سیما صاحبی، همسر محمد پوینده، ارسال شده است. یاد این عزیزان همیشه در قلب و اندیشه ما جاری است. با درود به شما عزیزان، من سمیرا جباری شما را در جریان رویدادهای سیاسی ایران قرار می‌دهم. بیانیه دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران به مناسبت 16 آذر. نیمه آذر ماه یادآور دانشجو و دانشگاه است. روز دانشجوی امسال در حالی فرا می‌رسد که همچون سایر حوزه‌ها ناکارآمدی و نارسایی بسیاری در زمینه آموزش در کشور وجود دارد و اعتبار علمی دانشگاه‌ها و مدارس ایران کاهش یافته است. دو وزارتخانه آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری جای اینکه در خدمت رشد و علم آموزی جوانان این سرزمین باشند، به ابزاری برای مغزشویی جوانان و پرورش حامیان حکومتی تبدیل شده اند. بیشترین مشکل و تنش مجلس نهم نیز با همین دو وزارتخانه بوده است، تا جایی که حتی وزیر علوم کارش به استیضاح می کشد و چهره های دیگر نیز مورد تایید این مجلس واقع نمی شوند و در نهایت محمد فرهادی با چفیهش به گردن و قولهایی برای جلب رضایت علی خامنه ای و حامیانش در مجلس ردای وزارت برتن می کند. در این میان دولت نیز با وجود عمل کرده نسبتاً بهترش درباره دانشگاه ها و وزارت علوم، هنوز به بسیاری از وعده های داده شده اش جامعه عمل نپوشانده است. تفکیک و سهمیه بندی جنسیتی همچنان در دانشگاه ها وجود دارد و دانش آموزان دختر تنها به خاطر دختر بودنشان از تحصیل در بسیاری از رشته های دانشگاهی محروم هستند. ستاره دار کردن دانشجویان هنوز متوقف نشده است. بازداشت 3 عضو حزب ندای ایرانیان. 3 عضو حزب تازه تأسیس ندای ایرانیان بازداشت شدند. به گزارش خبرنگار کلمه، محسن بیگلربیگی، جاوید فخریان و سینا رحیم‌پور نیمه شب گذشته در منزل شخصی خود توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. محل دستگیری این فعالان جوان اصلاح طلب که هر سه از اعضای حزب ندا هستند، از سوی ماموران تفتیش و وسایل شخصی آنها نیز توقیف شده است. هنوز از علت بازداشت آنها اطلاعی در دست نیست. این نان که بر سر سفره ها می رود، قصه ای دارد پراندوه. بنا به گزارش اخبار روز، قصه نان در ایران برای مردم تنگدست و کارگر قصه ایست پراندوه. در جنوب پایتخت کشوری که بر دریایی از نفت و ثروت نشسته است، نانی که به سفره ها می رسد، اگر برسد، آغشته به خون دل، صورت سرخ و عرق شرم پیشانی است. دولت اما به همین اندوه و رجن کنونی رساندن نان بر سفره های کارگری بسنده نکرده و با گرانی دوباره آن سفره های خالی را خالی تر کرده است. اگر در کشوری میزیستیم که احزابی مردمی و سندیکاهای کارگری توانی داشتند، همین یک قلم تصمیم غارتگرانه دولت برای رأی به برکناری آن کافی بود. به گرانی و تورم لجام گسیخته اعتراض کنیم.
سازمان اتحاد فدایان خلق ایران، سازمان فدایان خلق ایران اکثریت، شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران و جمعی از کنشگران چپ با صدور اطلاعیه مردم را به مبارزه با گرانی نان دعوت کردند. دولت در یک اقدام ناگهانی به نانوایی ها اجازه داد تا به میزان 30% به قیمت نان بیافزایند. به دنبال مجوز دولت برای افزایش قیمت به میزان 30% قیمت انواع نان در برخی مناطق کشور بین 40-100% افزایش یافت. بهانه دولت برای افزایش قیمت نان بالا رفتن قیمت گندم از یک سو و افزایش هزینه های نانوایی از سوی دیگر است. به امید دیدار تا برنامه آینده. مرسی.